مستحکم کاری برخی آبدات تاریخی آسیب دیده در زلزله های هرات آغاز شده است. ریاست اطلاعات فرهنگ امارات اسلامی در ولایت هرات با همکاری بنیاد آقاخان کار مستحکم کاری برخی از آبدات تاریخی این ولایت را که در زمین لرزه آسیب دیدند آغاز کرده است. از میان مکان های تاریخی ولایت هرات مسجد جامع بزرگ، قلعه اختیارالدین و مناره ها بیشتر آسیب را در زمین لرزه های ماه اکتبر دیدند. مسئولان محلی امارت اسلامی در هرات میپذیرند که برای مرمت آبدات تاریخی این ولایت و جلوگیری از تخریب بیشتر امکانات مورد نیاز را در اختیار ندارند. بیشتر بخش‌های مسجد جامع بزرگ هرات از جمله کاشی ایوان‌ها، گلدسته‌ها و کاشی‌های آن در زمین لرزه آسیب دیده است. بیشتر گلدسته‌های مسجد جامع بزرگ هرات در زمین لرزه بسیار آسیب دیده و در حال فرو ریختن است. یکی از این گلدسته‌ها پایین کشیده شده تا پس از ترمیم از سوی بنیاد آقاخان دوباره در جای آن نصب شود. ریاست اطلاعات فرهنگ امارت اسلامی در هرات میگوید بیشتر از 90% آبدات تاریخی این ولایت در زمین لرزه‌های ماه اکتبر آسیب جدی دیده و نیاز به مرمت فوری دارند. به گفته رقیب الله رضوانی، عامر حفظ آبدات تاریخی ریاست اطلاعات فرهنگ امارت اسلامی در هرات، مسجد جامع بزرگ، قلعه تاریخی اختیارالدین و مناره‌های مصلی بیشترین آسیب را در زمین لرزه دیدند. به گفته او 5 برج قلعه اختیارالدین، آرامگاه گوهرشاد بیگم و یک منار درز کرده و برای جلوگیری از فرو ریختن آن بنیاد آقاخان کمربندهای حفاظی را دور مکانهای تاریخی بسته کرده است. به گفته رضوانی در حال حاضر امکانات مورد نیاز برای ترمیم و بازسازی همه آبدات تاریخی آسیب دیده در هرات وجود ندارد. در حالی که بیشتر مکانهای تاریخی هرات در زلزله آسیب دیده و در حالت فروپاشی قرار گرفته که فصل زمستان تا 5 روز دیگر فرا می رسد. به گفته ریاست اطلاعات فرهنگ امارت اسلامی در ولایت هرات، وزارت اطلاعات فرهنگ تا هنوز هیچ بودجه را برای مرمت آبدات تاریخی هرات اختصاص نداده است. بر بنیاد آمارهای ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، این ولایت بیشتر از 870 آبده تاریخی دارد که تقریبا همه این آبدات در زمین لرزه آسیب دیده، اما میزان صدمه این مکانهای تاریخی متفاوت است. بسیاری از مکانهای تاریخی هرات مانند قلعه اختیارالدین، مسجد جامع بزرگ، مناره‌های مصلی، آرامگاه گوهرشاد بیگم، زیارتگاه‌ها، حوض ملک و حوض چارسوق و بازار قدیم از ساحات گردشگری است که همساله میزبان گردشگران خارجی از کشورهای مختلف است.